هزارهای عزیز و همسرنوشتان محترم، سلام. میخواهم از این طریق با شما هم کلام شوم. لطفاً این پیام مرا جدی بگیرید و توجه نمایید. کسانی که کمپاین قتل عام هزاره را متوقف کنید ایجاد کردند، ممکن است در ظاهر از سر دلسوزی باشد، اما در واقع صدمه بزرگ را به کار و پیکار هزاره ها میزنند. در آینده این مظلوم نمایی ها علیه ما استفاده خواهد شد و نسل جوان هزاره را در خارج از افغانستان از پیشرفت و تلاش در بخش های سیاسی و اقتصادی باز می دارد و مصروف کارهای بیهوده می کند. در ادامه مرا همراهی کنید. کسانی که کمپاین قتل عام هزاره را متوقف کنید ایجاد کردند، ممکن است در ظاهر از سر دلسوزی باشد، اما در واقع صدمه بزرگ را به کار و پیکار هزاره ها میزند. در آینده این مظلوم نمایی ها علیه ما استفاده خواهد شد و نسل جوان هزاره را در خارج از افغانستان از پیشرفت در بخش های سیاسی و اقتصادی باز می‌دارد و مصروف کارهای بیهوده می‌کند. در گذشته سیدها را مسخره می کردیم که مفخور، گدا و خمسخور هستند و حالا خود ما به همان سرنوشت مبدل شدیم. امروز سیدها بزرگترین شبکه ها را اداره می کنند و ما نوکرشان هستیم. کشورهای غربی کم کم از ما نفرت پیدا می کنند. هر روز مظلوم نمایی اصلا فایده ندارد، بلکه بزرگترین صدمه را به پیکر عزت نفس و اعتماد به نفس هزاره ها می زند. همین حالا به تعداد زیادی از نسل جوان ما به مفتخوری و بیکارگی رو آورده اند. لطفاً از سر پیکر زخم خورده هزاره دست بردارید. در هر کشور که هستید کار و تلاش کنید که به موقعیت های سیاسی و اقتصادی دست یابید. وقتی به مسند قدرت و اقتصاد قرار گرفتید، هر خواسته‌ای که داشته باشید انجام می شود. کشورهای غربی می خواهند از پناهنده ها برای نیروی کار استفاده کنند، ولی نسل جوان هزاره هر روز به طرف بیکارگی و مفتخوری می روند. پشت سیاست این مظلوم نمایی ها دست کسانی است که می خواهند هزاره ها در سراسر جهان به مردم گدا، مفتخور و بی‌عرضه مبدل شوند. لطفاً 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 دست بردارید. جوانان را به کار و زحمت و فراگیری دانش امروز فرا بخوانید. به جای تظاهرات در خارج از افغانستان، مردم را برای جمع‌آوری کمک به مستمندان هزاره در افغانستان دعوت کنید تا کمک هایشان را برای ساختن مکتب، سرک، بند آب و دیگر کارهای عامل منفعه استفاده شود. اگر از طریق مظلوم نمایی ها توجه کشورهای خارجی را جلب نماییم، آنها بدون کدام دخل و غرضی به داد ما نخواهند رسید. اگر هم برسند، وقت هدفشان تمام شد، همه چیز را ناتمام و دست ما را از همان جا که گرفته بودند دوباره رها میکنند و میروند. امیدوارم توجه فرمایید.